درود شنوندگان و بینندگان عزیز پادکست گرداتش، همه شما احتمالا از علاقه من به ویم هوف و روش ویم هوف اطلاعات دارید و در مورد تاثیراتش توی زندگی خودم گفتم و باهاتون در میون گذاشتم. اگر صفحه اینستاگرامی من دنبال میکنید که تهماس بی، عکسهایی رو از من در حال مرسوانی به قول لهستانی گفتنی یا شنای زمستانی دیدید. اخیرا یه سری اتفاقات خیلی جالب رخ داد و همه اونا دست به دست هم دادن تا من با آقای مهدی حمیدی آشنا بشم. مهدی ساکن فنلانده و مربی رسمی فارسی زبان روش ویم هوف هست که از سال 2000 اواخر 2018 فعالیت خودش رو به عنوان مربی شروع کرده. مهدی محبت کرد و دعوت ما رو پذیرفت که در این قسمت از تجربه خودش بگه و نحوه آشنایی خودش با ویم هوف و روش ویم هوف. مهدی جان خوش اومدی. خیلی ممنونم از اینکه من رو توی برنامه خودتون دعوت کردین. خب همینطور که گفتین مهدی حمیدی هستم و بر اساس حالا اون چیزی که ما به اسمش رو میذاریم زندگی، اومدیم که یک سری تجربیات رو در کنار هم داشته باشیم. چه بهتر که این تجربیات رو بتونیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم. در خدمتتون هستم. بسیار عالی. میخوام بدونم که چجوری شد با خود ویم هوف و روشش آشنا شدی و علاقه من شدی یا دیگه به جایی رسیدی که بخوای به عنوان مربی روش ویم هوف فعالیت بکنی؟ خب آشنایی من به این شکل بود که وقتی من از ایران خارج شدم برای ادامه تحصیلم در زمینه دکترا، چون پیش زمینه من توی مهندسی هستش و مهندسی مکانیک خوندم و خب بعد از اینکه ارشدم رو تموم کردم توی ایران، خواستم یک گستره وسیع تری از اون چیزی که توی زمینه تحصیلی من میگذره به دست بیارم و حالا طبق همون روال معمول پذیرش توی دانشگاه ها توی فنلاند مشغول به بعد از اینکه پذیرش گرفتم مشغول به تحصیل شدم. اما این مهاجرت کردنه مخصوصا به جایی که تقریبا هیچ کدوم از اون المان های مشترکی که من باهش بزرگ شده بودم توی ایران، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ زبان، چه از لحاظ اینکه مردم به چه شکل زندگی روزمرهشون رو میگذرونن، تطابق نداشت. و خب همین عدم تطابق باعث شد که من یک ظرفیتی رو برای خودم ایجاد بکنم که خب چه چیزهایی رو میتونم به صورت مشترک اگر در توی سطح جامعه نمیبینم، اما ببینم چه چیزهایی رو به صورت مشترک میتونم کم کم خودم اونها رو برای خودم گسترش بدم. یکی از فرهنگ های بسیار قدیمی که توی فنلاند هست فرهنگ آوانتو هست. آوانتو توی زبان فنلاندی به معنای ایجاد یک سوراخ در یخ هستش. خب این از قدیم بوده و حالا فنلاند و کشورهای نوردیک به خاطر شرایط آب و هواییشون اینجا تقریبا میشه گفت یه چیز بین 5 تا 7 ماه سال همیشه سرد و یخبندون هستش و خب این فرهنگ رو داشتن که برن داخل سونا و از داخل سونا برن داخل یه حوضچه آب یخ که معمولا هم اینجا چون تعداد دریاچه ها و دریا بسیار پوشش داده کل محیط اطراف فنلاند رو، یه چیزی که خیلی در دسترس هست. خب من این جز اولین چیزهایی بود که باهش مواجه شدم. دیدم مردم به صورت خیلی عادی به صورت یکی از کارهای روزمره انجام میدن. حتی جلوتر از این بحث این که بخوان با سرما مواجه بشن، سونا بود چیزی بود که من جز اون مشترکات اولیه بود که خب من تو ایران سونا انجام داده بودم، اما اون هم بیشتر جنبه
اسپا مانند یه چیز لاکژری بود که خب هر چند وقت اگر با دوستان میرفتیم استرخی جایی در کنارش سونای هم بود که انجام دادیم. اما دیدم اینجا تقریبا اکثر خونه ها سونا دارن. حالا یه واقعیت جالبم بگم براتون، تعداد سونا ها در فنلاند بیشتر از تعداد ماشین ها توی فنلاند هستش. و این خود ترکیب این سونا و اینکه خب بعد از اون خودشون رو در مواجهه با سرما قرار میدادن، من رو مشتاق کرد که بخوام این رو یه تجربه خودم بکنم. و اولین تجربه من یه تجربه بسیار میتونم بگم عجیب ولی فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه من از طریق دانشگاه توی برنامه ثبت نام کردم که دانشجوی جدید رو با اون اتفاقات و رویدادهایی که توی اون شهری که من شروع به تحصیل کرده بودم آشنا می کردن. و خب یکی از همین رویدادها این بحث آی سویمینگ یا شنا در آبهای سرد که در کنارش حالا شما سونا رو هم انجام میدین، چون کلاب هایی هستش اینجا معمولا در کنار دریا و یا دریاچه این کلاب ها رو اومدن تأسیس کردن که شما میتونید برین لباس هاتون رو عوض بکنید، دقیقا مثل اینکه مثلا میخوام برین وارد استرخ بشین. و در یک قسمت سونا تعبیه کردن و در قسمت دیگه حالا میتونین وارد حالا اون قسمت آب سرد بشین که این عمل رو میتونید به صورت پشت سر هم انجام بدید. خب من به این رویداد دعوت شده بودم، اما اتفاقی که افتاد به خاطر عدم تطابق تایم من یه مقدار دیرتر رسیدم اونجا و وقتی رسیدم اونجا کسی نبود که من بگه باید چی کار کنم، به چه شکل عمل بکنم. و من فقط دیدم که یک اسکله هستش که میره به سمت این حوضچه آب یخ و تنها چیزی که به ذهنم رسید برم و شیرجه بزنم اونجا. و این کار رو که انجام دادم، بعد از اینکه اومدم بالا از آب، خودم نمیدونم واقعا چه جوری راه همو پیدا کردم به قسمت سونا، ولی قشنگ یادمه وقتی در سونا رو باز کردم و رفتم اونجا، تازه دیدم که تمام گروهی که من قرار بوده باشون بیام اونا اونجا. و من یه گوشه یه جوری پیدا کردم نشستم و دقیقا یادم نمیاد به چه مدت من اونجا نشستم، ولی میدونم که اونجا نبودم. یعنی خیلی از اون چیزهایی که توی زندگی بهم گفته بودن تو ممکنه تجربه بکنی، بعضی موقع اینجا باشی ولی در این حال اینجا نیستی، اونجا شاید اولین تماس واقعی من با یه همچین حسی بود. چیزی نمیدونم، شاید در حدود 15-20 دقیقه طول کشید تا من کلن برگشتم به اون حس و حال فیزیکی خودم که خب من اینجا بقیه کجان. و حس نمیگم خوب بود نه بد بود، میگم مثلا هیچ گونه چیزی نبود که تا حالا لمسش کرده باشم، برای همون اصلا نمیدونستم چجوری باید توصیفش بکنم. و این شاید اون اولین تجربه من با کلن با این با آب سرد و اون اتفاقی که توی من افتاد، فهمیدم که خب خیلی چیزها هستش که ما هنوز نیاز به کشفش هستیم. از اونجا بود که بیشتر این همون فکر کنم من چون سال اواخر 2013 اومدم، این اوایل سال 2014 بود. اوایل سال 2014 بود که میگم چون تازه داشتم با محیط فنلاند و اون شهری که اومدم برای تحصیل آشنا می‌شدم، این جز اولین تجربیاتم بود که توی اون شرایط اتفاق افتاد. خب از اونجا به بعد من علاقه زیادی پیدا کردم که بخوام اینو ادامه بدم. میدونین شما وقتی یه حسی رو در خودتون ایجاد میکنید که براتون یه سوال ایجاد میکنه، این چه حسی بود؟ مخصوصا اگر همراه با یک حس خوشایند باشه. این همون چیزی بود که خب من بیشتر و بیشتر ادامه دادم توی اون کلاب. خیلی هم جالب، اسم اون کلاب اسمش بود کلاب پنگوئن ها.
تو این کلاب پنگوئن ها اسم نوشتم و خب بعد شما دیگه میتونستین مثل هر کلاب دیگه ای که ما مبلغ ماهیانش پرداخت کنین، هر مقدار خواستیم بریم. و من اونجا میرفتم چندین بار در هفته و یه چیز جالبی که اتفاق افتاد بعد از اینکه من شروع کردم به انجام دادن این به صورت مستمر این بود که واکنش بقیه آدم ها که خب شاید بگم 95 درصدشون فنلاندی بودن و حالا تک و توک افرادی غیر فنلاندی همونجا می اومدن، واکنش فنلاندی ها به حضور من اونجا و اینکه من کار رو دارم با بدون اینکه بخوام خیلی از این قضیه هراس داشته باشم یا خیلی عجیب باشه واسم، واکنش اونها به من باعث شد که من این سوال برام پیش بیاد که چرا اونها همیشه این فکر رو میکنن که خب حالا منی که شبیه اونها نیستم و یا توی این محیط بزرگ نشدم باید الان هر باری که میخوام برم توی اون آب سرد باید جیغ بزنم، باید بگم واو این یه چیز غیر طبیعیه، من الان دیگه نمیتونم اینو تحمل کنم. همینطور توی سونا، یعنی توی سونا بودن هم کم کم یاد گرفتم که اون هم با اینکه حالا یه مقدار شرایطش با آب سرد فرق میکنه اما دوتاییش تا حدودی به یک شکل هستش که شما وارد یک شرایط غیر عرف میشی برای از لحاظ فیزیولوژیکی بدن. حتی اونجا هم میدیدم که خب یه مقدار واسهشون عجیبه که من توی سونا هستم و حتی مدت‌های بیشتری میتونم توی سونا بمونم. این سوال واسه من به این شکل پیش رفت که خب پس این فقط واسه من نبوده که نیاز بوده یک سری چیز مشترک رو پیدا کنم، همه ماها هر جایی که به دنیا میایم معمولا نیاز به یه تلنگری داریم که حتی چیزهایی که واسه ما عادیه میتونه به یه شکل دیگه واسه بقیه هم معنی پیدا بکنه. و از اونجا بود که خب یه اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردم که خب پس اگر واکنش اونها به این شکل هست شاید چیزی هست توی این که دارن میبینن، شاید بقیه رو دیدن که خب خیلی مخصوصا افراد غیر فنلاندی خیلی واکنش های شدید نشون میدن نسبت به این داستان یا واسه شون عجیبه. و این شد که رفتم دنبالش توی همون هول که دنبال این قضیه بودم، شاید مثل همین اتفاقی که شما هم در ابتدا عنوان کردی که بعضی موقع وقتی دنبال یه چیزی هستی شرایط به همون سمت پیش میره. یکی از دوستان من رو به من گفتش که آره آیا شنیدی در مورد ویم هوف و اینکه بهش میگن مرد یخی؟ گفتم نه. بعد یه لینکی فرستاد که متصل میشد به یکی از مستند هایی که در مورد ویم هوف توی همون سال های 2014 احتمالا همون وایس، شبکه وایس دقیقا فکر میکنم همون وایس بود که خیلی سر و صدا کرد و خیلی هم به صورت خیلی حس طبیعی داشت مستند، یعنی میتونستی باش ارتباط برقرار کنی، میتونستی خودت اونجا ببینی. اون رو که دیدم خب تمام اون سوالهایی که داشتم یه مقدار فوکوسش بیشتر شد، فهمیدم که خب از این سوالهایی که من داشتم واسه خیلی از آدمهای دیگه جاهای دیگه دنیا هم اتفاق افتاده. و شروع کردم به تمرین کردن، سرچ کردن خب این متد چی هست، چه جوری میشه تمرین کرد. در همون حدی که اطلاعات به دست آوردم خودم یه مقدار باش کلنجار رفتم و دوباره به خاطر همین قضیه که فکر میکنم وقتی ما خیلی چیزی رو میخوایم تمام شرایط اطرافمون هم به همون سمت میره، یه ورکشاپ متد ویم هوف در نزدیکی شهری که من زندگی میکردم دیدم که داره برگزار میشه و اونجا اصلا هیچ تردیدی به خودم راه ندادم که بخوام برم اونجا. رفتم اونجا و دوتا از خب اون موقع هنوز خیلی اینستراکتورهای مربوط به متد، این متد توی دنیا و حالا کشورهای هر کشوری زیاد نبودن، برای همون معمولا از خود اون اطراف هلند که حالا جایگاه این متد هستش معمولا این اینستراکتورها می اومدن و ورکشاپ ها رو برگزار میکردن. دوتا از این
اینستراکتور هلندی اومده بودن اونجا این ورکشاپ رو برگزار کردن در طول اون آخر هفته ای که من اونجا بودم، و اون شد که اون ورکشاپ این شد که من فهمیدم که خب مسیر درستیه واسه من، و من نه تنها میخوام این رو تمرین کنم، اما خیلی واضح و عمیق این حس رو داشتم که میخوام این رو به بقیه هم، صدای این متد رو به بقیه هم برسونم. و از اونجا دیگه بقیه داستان ثبت نام کردن در آکادمی متد ویم هوف، اون به قول معروف پروتکل ها و حالا بحث علمی و عملی که باید کاور میکردیم در طول اون مدت، به اضافه این که خود حالا یک سری سفرهایی داشتیم، سفرهای به قول معروف تحصیلی که باید با خود گروهی که درس این دوره رو میگذروندیم، تا اینکه اواخر 2018 بود که دوره آخر تموم شد و من تونستم با موفقیت اون سه تا دوره جنرال و پیشرفته و بعدش میگرد مستر کلاس رو تموم بکنم و بتونم سرتیفیکیت رو بگیرم. حالا چند تا سوال مختلف اینجا واسم پیش اومد. یکیش این هست که از لحاظ سلامت و تغییرات فیزیکی چه تغییراتی واسه ایجاد کرد؟ چون حالا این رو از این بابت میپرسم چون که اولین کاری که واسه من کرد همون روش تنفس و به اضافه دوش آب سرد خیلی ساده، حتی 3 دقیقه هم زیر آب نمیموندم. زمانی بود که داشتم شروع میکردم آروم آروم خودم رو با این روش آشنا میکردم، یه درد سینوس بسیار سمج داشتم که اون توی همون نفس کشیدنه، شاید جلسه اول بود یا دوم بود، رفت و از اون موقع دیگه هیچ وقت برنگشته و شاید یک روز و نیم من بیشتر سرما نخورده باشم توی کل این 2-3 سالی که دارم این رو دنبال میکنم. حالا از این جهت میپرسم که و این خب خیلی انگیزه ایجاد کرد برای من، برای تو چه چیزهایی بود که انگیزه ایجاد کرد؟ حالا در کنار اون احساساتی که گفتی، میخوام بدونم از لحاظ فیزیکی چه احساساتی واسط پیش اومد، شاید هم از لحاظ روانی چه چیزهایی واسط پیش اومد که این تو رو هول داد که میخوای این رو هر هفته نمیدونم یا هر ماه انجام بدی، حتی در سطحی که بخوای عضو یک کلاب بشی که این رو به صورت منظم انجام بدی، چه تغییراتی این انگیزه رو ایجاد کرد؟ برای خود من به شخصه فکر میکنم توی اون مقدمه که گفتم چجوری با روش آشنا شدم یه اشاره بهش کردم، این بود که با یه سری از مفاهیمی من توی کار کردم با این روش آشنا شدم که اون مفاهیم خیلی واسم انتزاعی بود، یعنی فقط ازش دورا دور شنیده بودم که تو میتونی نسبت به بدن خودت و ذهن خودت کنترل داشته باشی، تو میتونی یه حس ماورایی نسبت به اون چیزی که هر لحظه فکر میکنی زندگی فقط همینه، هر روز صبح بلند میشی یه سری کارها رو انجام میدی و میخوابی، اینا رو من شنیده بودم قبلا اما هیچ موقع حسشون نکرده بودم. و وقتی که شروع کردم به انجام مستمر این متد که خب حالا بخش بزرگش تمرین‌های تنفسی هست به اضافه تمرین‌های مواجهه با سرما، و حالا به اضافه این که شما اون ذهنیت رو هم همراه این دوتا ستون دیگه میکنی، این قسمت واسه من شاید بگم بزرگترین تجربه بود یا بزرگترین دستاوردی بود که من این رو ادامه میدادم. و حالا از لحاظ فیزیکی، خب وقتی تمرین تنفسی رو انجام میدادم یه چیزی که من رو بیشتر و بیشتر مشتاق میکرد، شاید بگم هر باری یه سری تجربیات متفاوت داشتم، یعنی یه بار بیشتر احساس میکردم در بدنم داره اتفاق میفته، حس و حال این که مثلا دست و پاهام داره گزگز میکنه، یا اینکه مثلا خودم رو در بدن خودم احساس میکردم که مثلا دارم سبکتر میشم. ولی در بعضی از موارد هم بیشتر از اون که حس و حال فیزیکی باشه، همش احساس میکردم که چقدر راحت میتونم
اون افکاری که توی سرم هست رو حتی نگاه بکنم بهشون، یا اصلا بذارمشون کنار، یا اصلا یه خودم رو یه دفعه توی یه فضا و یه بهشتی ببینم که شاید همیشه فقط تصورش میکردم، حتی برای چندین لحظه دور بشم از این واقعیتی که فکر میکردم واسه من دست نیافتنی هستش. این رو من اگر بخوام بذارم توی یه فریم، میگم واسه من این متد یک دریچه شد که بتونم خودم رو بهتر بشناسم. حالا این خود من مطمئنا بخشیش جنبه های فیزیکی داره، اینکه وقتی انجام میدم متد رو احساس میکنم که در بدن خودم هستم، این بدنی که خونه من هستش، که همیشه همراه من هستش. خیلی موقع اصلا فراموش میکنم که من این خونه رو هی دارم هر روز همه جا دارم و همراه خودم میبرم، اما این باعث شد که این تلنگر رو بیشتر بزنم که حواست به این خونت هست، چجوری داره عمل میکنه. و حالا هم از اون طرف دریچه شد به این که بخوام متصل بشم به یک سری مفاهیم بزرگتر از این که خب ما فقط همین خونه‌ای که اینجا هستیم، میتونه این خونه متصل بشه به یه سری از مفاهیم بزرگتر. و توی دوره‌ای که داشتی آموزش میدیدی یا توی این دوره‌هایی که داشتی تجربه هایی، حالا هم در معرض سرما قرار گرفتن هم در معرض گرما قرار گرفتن رو تجربه میکردی، جایی که به نظرت خیلی سخت بود و یه جور حد و حدود خودت بود و اون رو شکوندی و به نظرت خیلی دست نیافتنی می اومد ولی تونستی بهش دست پیدا بکنی، چی بود؟ من خیلی خوشحالم که اینو پرسیدی، چون همین الان که پرسیدی یه تصویر اومد جلوی ذهنم. چون حالا من نمیدونم اینو دوست دارم بگم که ما اصلا هیچ هماهنگی نکردیم، یعنی من اصلا واقعا نمیدونم که در مورد چی میخوایم بپرسیم، که به نظرم خودش کار رو خیلی قشنگتر میکنه. و همین الان که این سوال رو پرسید، تصویری که اومد جلوی ذهن من توی اون ماژول مستری که داشتیم قبل از این که بخوایم وارد اون امتحان نهایی بشیم برای گرفتن سرتیفیکیت، یکی از تمرینایی که ما انجام دادیم، حالا اتفاقا هم توی لهستان بود، ما توی همون مرز بین چک و لهستان و چک، بله دقیقا، چون شما خود اونجا هستیم مطمئنا میدونی که در چه فضایی این اتفاق میفته، چون بسیار معروف شده توی این سالهای اخیر. خب ما یکی از تمرینایی که بود این بود که ما یاد گرفته بودیم توی اون دوران که چجوری وارد آب سرد بشیم، چجوری خودمون رو کنترل کنیم با اون شوک اولیه که اتفاق میفته، و حالا هم فیزیکی هم از لحاظ ذهنیت و حالا منتالی قضیه. اما اون تمرین به این شکل بود که ما باید میرفتیم وارد آب سرد میشدیم برای حالا یه مدتی، 1-2 دقیقه، و بعد باید میومدیم بیرون و باید در عرض 1 دقیقه خودمون رو آماده میکردیم که دوباره بریم وارد آب سرد بشیم، و بعد این اتفاق رو باید برای 10 بار تکرار میکردیم. این رو بگم که یکی از اصول خیلی مهمی که توی این متد شاید حالا به اندازه کافی نسبت بهش گوشزد نمیشه، اینه که ما هیچ کاری رو توی این متد با زور انجام نمیدیم. یعنی فارغ از این که چه چیزی از این متد بیرون شما میبینید توی ویدیوهای مختلف که ممکنه آدم ها کارهای عجیب و غریبی انجام بدن، اما هیچ کاری شما به زور نباید انجام بدین، چون اونجا هیچ منفعتی نداره. حتی اگه برای لحظاتی واسه شما ممکنه یه حس خوبی بیاره، اما ممکنه در عوضش یه ترومای ایجاد بکنه که اون واسه شما ضرر بیشتر داشته باشه. حالا اینو چرا میگم؟ حتی یه همچین تمرینی که ما به عنوان کسایی که قرار بود مربی این متد بشیم و بقیه آموزش بدیم، هیچ موقع ما رو مجبور نمی‌کردن که باید شما این کار رو انجام بدیم. این اینویتیشن، دعوت می‌کردن که این کار رو باید انجام بدیم،
به بهترین شکلی که میتونیم. حالا شاید یه نفر میتونست یه بار انجام بده، شاید یه بار میتونه یک نفر میتونست بیشتر از 10 بار انجام بشه، اما معمولا یه فریمی میذاشتن که باید سعی کنید بتونید اگر توی 10 بار این کار انجام بده. و واسه من، خب من بار اول رفتم داخل آب، اومدم بیرون با اون تمرینات فیزیکی و حالا منتالی که میدونستیم چجوری باید خودمون رو گرم بکنیم، بار دوم، بار سوم، و فکر میکنم بار ششم یا هفتم بود که وقتی این کار رو انجام دادم، تقریبا یه حسی مثل اون حسی که براتون تعریفش کردم، اولین باری که من بدون اینکه از حتی قبل از این مواجهه با سرما داشته باشم شیرجه زدم توی آب سرد، که کلن از این دنیا محو شدم برای مدتی، یه همچین حسی به هم برگشت دوباره. اینکه دیدم همه چیز داره خارج از کنترل من میشه، نه اون کنترلی که بگم خب من الان همه چیز رو از دست دادم و من نمیتونم اون رو انجام بدم، اما خارج از کنترلی که شما دوست داری اون رو، اون حس رو داشته باشی. و من دقیقا یادمه بعد اون ششم یا هفتمین بار اومدم یکم فاصله گرفتم و فقط نشستم و داشتم، چون اونجا یه فضای کوهستانی هستش که خب آبشارهای یخی در سرتاسر اون محیط سرازیر میشه، توی یکی از همون سنگهایی که اونجا پیدا نشستم و فقط به یه منظره خیره شدم. و خب مسلما این مربیا و بقیه افرادی که بودن اومدن کنار من و گفتن خب چطور حالت، همه چیز اوکیه؟ چون همدیگر رو چک میکردیم که ببینیم اگر یه نفری شرایطی داره که باید بهش رسیدگی بشه یا ممکنه بیش از اون حدی که باید رفته باشه، و من بهشون گفتم آره اوکی هستم. البته خب سردم بود، لرزش داشتم و همه اینها رو داشتیم این انجام میدادیم تا بفهمیم که چجوری ما میتونیم بقیه رو در آینده به بهترین شکل هدایت بکنیم. ولی یه چیزی که خیلی واسم هنوز خیلی شفاف هست این بود که من نمیخواستم از اون جایی که هستم هیچ جای دیگه برم. میدونی بعضی موقعا خودت رو یه جایی پیدا میکنی که میگه همینه و نمیخوام دیگه از اینجا بیشتر، من اون چیزی که میخوام به دست آوردم. این یکی از اون حسه خیلی جالبی بود که در عین حال اینکه اون تمرین بسیار سخت بود و شرایط و شاید فکر نمی کردم بتونم انجامش بدم، انجامش دادم، به اندازه‌ای که خودم و بدن خودم نیاز داشت انجام دادم. و در کنارش این شد که یه همچین تجربه‌ای رو دارم، به دست آوردم که هر موقع یه جاهایی حس میکنم که آیا میتونم یا نمیتونم، بلافاصله میتونم این لینک رو برقرار کنم با اون شرایط. بسیار زیبا. در مورد تأثیراتی که حالا روش تحقیق شده، توی همون مستند وایس فکر میکنم ایکولای رو به خود ویم هوف میزنن و روی اون تحقیق میکنن و بعد میگن خب ممکنه حالا این به اصطلاح اناملی باشه یا یک مورد غیر عادی باشه، حالا روی تو جواب داد، تو تونستی مقاوم باشی بهش، شاید بقیه نتونن، و اون دیگه تصمیم میگیره که یه گروهی رو مدیریتشون رو، آموزششون رو بر عهده بگیره. و خب از همینجا تحقیقات شروع میشه و خب طبیعتاً تحقیقات دیگه ای هم دارن که هستن که دست به دست هم میدن و مبانی علمی این روش رو شکل میدن. اگر که بخوای به چند تا اتفاقات علمی، اتفاقاتی که حالا تحقیق روش شده توی بدن میفته اشاره بکنی، کدوماش توی ذهنت اول میاد و مایلی در موردشون صحبت بکنی؟ در مورد تحقیقات علمی یه چیزی که خیلی مهم هست همین اول بهش اشاره بکنم این هستش که اگر متد ویم هوف شده به این معنا که خیلی سر زبون ها اومده، مخصوصا توی این 2-3 سال اخیر، به خاطر تحقیقات علمی که روش انجام شده. یعنی این شاید بگم نقطه عطفی بود که این متد تونست جایگاه خودش رو توی زمینه سلامتی و حالا تندرستی پیدا بکنه، چون بسیار زمینه گسترده‌ای هست. اگر
همینطور که شما خودت توی همین زمینه فعالیت داری، اینقدر این زمینه گسترده هستش که متدهای مختلف با اسمهای مختلف با آدمهایی که این متدها رو پروموت میکنن بسیار زیاده. اما این وقتی خود ویم هوف اومد کارهایی که انجام داده بود رو از همون اوایل قبل از اینکه این خیلی به یه شکل یک حاله در بیاد که همه فکر کنن که خب حالا یه نفر یه کاری این وسط انجام داده و این به خاطر اینکه آدم عجیب و غریبی هست، بلافاصله به این سمت برد که کاری که من انجام میدم بقیه هم میتونن انجام بدن و اگر فکر میکنین که حرف من درست هست یا درست نیست بیان امتحان بکنین. To measure it, to know it. خب گفتم بیان پس هر چیزی رو که میخوایم بیان اندازه بگیرین، بیان هر جور تستی هست روی من انجام بدین، از اونجا به بعد ببینیم که آیا میتونیم کار دیگه ای رو از اینجا از این سطحی که با هم یا اون پایه‌ای که با هم درست کردیم ببریم به سطح بعد. خب این رو چرا میگم؟ به خاطر اینکه واسه خود من هم به عنوان کسی که پیش زمینم فنی و مهندسی بود و هنوز هم من وقتی یه مطلبی رو میخوام یاد بگیرم باید ببینم چه منطقی پشت این هستش. یعنی من نمیتونم بلافاصله شیرجه بزنم توی هر موردی اگر فقط یه نفری بگه این خوبه یا بده. من نیاز هست یه ارتباط منطقی با این قضیه پیدا بکنم، ببینم ورودی من چیه، خروجی من چیه. این هم حالا به خاطر اینکه من اینطوری شاید بزرگ شدم و به خاطر حالا تحصیلاتی که داشتم ذهن من اینطوری کار میکرد و شاید واسه خیلی از افرادم به همین شکل باشه. از این بابت این قسمت علمی قضیه من کمک کرد در همین حد کلی که بفهمم که من چه مقدار میتونم این متد رو از لحاظ علمی بشناسم و چه مقدار من میتونم مسئولیت سلامتی خودم رو با اینکه نه دکترم نه پرستارم نه به عنوان کسی که تحصیلات رسمی تو این زمینه داره میتونم به عهده بگیرم. خب میتونم این رو حالا متصل بکنم به مهمترین مسائلی که توی بحث سلامت توی این متد به صورت علمی بهش رسیدن، این که ما چه مقدار میتونیم روی سیستم عصبی خودمون کنترل داشته باشیم، مخصوصا سیستم عصبی خودکار. و این اولین چیزهایی هستش که من هر موقع در مورد این متد صحبت کنم هم توی ذهن خودم میاد هم به صورت علمی بهش رسیدن. اینکه تا قبل از این همیشه اینطوری گفته میشد که ما هیچ کنترل یا کنترل بسیار محدودی روی سیستم عصبی خودکار خودمون داریم. حالا خیلی کوتاه بگم، ما سیستم عصبی بدنمون که کنترل خیلی از عملکردهای بدن رو به عهده داره، بخشی از این سیستم به صورت با فرمان ما عمل کرد رو انجام میده و بخشش به صورت خودکار عمل کرد ها رو پی میگیره. که این قسمت خودکار، این قسمتی که به ما گفته بودند که خارج از دسترس ما هست، چیزی هستش که توی این متد افراد با هر سطحی که وارد این متد میشن و انجام میدن میتونن حس بکنن که خودشون هم کنترل دارن روی این قضیه و هرچی بیشتر انجام میدن این کنترل رو بیشتر و بیشتر میتونن درک بکنن. یه مثال خیلی ساده‌ای که من میتونم بزنم این بحث لیوان آبی که من اینجا دارم، که من الان تصمیم گرفتم این لیوانی که روی میزم بود بخوام بردارم، پس من این فرمان رو به سیستم عصبی بدنم دادم، به انگشت هام، به دست هام، و حتی این فرمان رو میخوام بدم که میخوام این آب رو بخورم. آب رو میتونم تا این لحظه بنوشم و فرمان رو بدم، اما از لحظه ای که آب وارد بدن من میشه من هیچ کنترل روش ندارم، نمیدونم کجا میره، نمیدونم قرار چه اتفاق بیفته، پروسه هست. این اون قسمت سیستم عصبی خودکاری هستش که بخشیش خارج از کنترل ما هست و این خیلی خوبه که خارج از کنترل ماست. یه مثال دیگه این قضیه بحث تنفس ما هستش، اینکه ما نیازی نیستش هر دم و بازدم خودمون رو کنترل بکنیم، که اگر قرار بود این اتفاق بیفته زندگی خیلی خیلی سخت میشد.
و همین هست، افرادی که یه مقدار مشکلات تنفسی پیدا میکنن زندگیشون وارد شرایط بسیار بحرانی میشه، به خاطر اینکه هر کدوم از دم و بازدم های خودشون رو حس میکنن و به صورت ناخوشایند حس میکنن. اما چیزی که میخواستم اینجا بگم این هستش که ما خیلی از این عملکردهای خودکاری که داره در بدن ما اتفاق میفته، مثل اینکه چه مقدار ما میتونیم خودمون رو وارد یک شرایط فعال بکنیم و چه مقدار خودمون رو میتونیم وارد شرایط غیر فعال بکنیم، اینکه اگر در لحظه ای من خواستم وارد یک مصاحبه کاری بشم و نیاز دارم که انرژی داشته باشم، میتونم اون حالت استرس و اون نگرانی که دارم تبدیل بکنم به یه انرژی، تبدیل میکنم به یک استرس مثبت و یه محرک بسیار خوب. و یا اگر جایی هستم که خیلی احساس میکنم فعال بدنم، همش ضربان قلب دارم یا دست و پاهام داره عرق میکنه، چه مقدار من میتونم کنترل رو اون سیستم عصبی بدن خودم داشته باشم و خودم رو آروم بکنم و وارد یه شرایط غیر فعال بشم. این شاید بتونم بگم یکی از مهمترین چیزهایی هستش که من توی تحقیقات علمی که انجام هم شده و بهش اشاره شده میتونم عنوان بکنم. و در کنار اون شاید موضوع خیلی داغی که این روزها باشه بحث سیستم ایمنی بدن ما هستش که همه جا در موردش صحبت میشه، همیشه صحبت میشده، اما خب این روزها هم بیشتر و بیشتر میشنویمش و این هم یکی از اون قسمت‌هایی هستش که این متد به صورت علمی اومده شفاف‌سازی کرده که ما چه مقدار روی سیستم ایمنی بدن خودمون هم میتونیم کنترل داشته باشیم، مخصوصا اینکه سیستم ایمنی بدن رو از یک چیز عجیب و غریبی که خب الان این سیستم چجوری کار میکنه اومده یه مقدار شکافته به اینکه سیستم ایمنی بدن چیزی به جز مجموعه ای از بقیه سیستم های بدن نیستش. یعنی شما در واقع چیزی به نام سیستم ایمنی نداریم. شما وقتی تمام سیستم های بدن شما به صورت فعال و روی یک به صورت بهینه کار بکنه، این به این معنا هستش که بدن شما دارای یک سیستم ایمنی خوبی هستش. کاملا درست. دقیقا حالا گفتی که خیلی هم تاکید میشه روی سیستم ایمنی، شاید دغدغه خیلی از ما شده، ولی متاسفانه خیلی هم اون کسایی که باید روش تاکید بکنن تاکید نمیکنن، بیشتر روی ترس تاکید میکنن، نه اینکه واقعا روش های وجود داره برای بهبود سیستم ایمنی. و همینجوری هم که گفتی دقیقا همه یه چیزها دست به دست هم میده، اینجوری نیست که یه دونه سیستم ایمنی باشه این کار شفاست از بدن باشه، این در همکاری با بقیه بدن هست و در سرتاسر بدنمون وجود داره. بعد با خود ویم هوف هم تو چیز داشتی، ملاقات و اینها داشتی؟ آره، ما در همون دوره‌ای که گذروندیم برای اینکه بخوایم مربی بشیم، خب مسلماً ویم به عنوان کسی که حالا امروز به عنوان یه فرد شناخته شده توی دنیا هستش، اون ویم شاید 10 سال پیش نیستش که به راحتی بشه بهش دسترسی پیدا کرد، اما خب توی دوره ما هنوز این امکان بود و در بیشتر دوره های مربیگری حداقل به عنوان اینکه بیاد اون انگیزه رو بده، اون انرژی رو بده و یه سری از داستان های به قول معروف ناگفته ای که در مورد خودش و اینکه این شرایط به چه شکل پیش رفت که تونست این متد رو عرضه بکنه برای ما تعریف کرده و هنوز هم میکنه. اتفاقا همین دیروز ما روز جمعه 2 روز پیش ما یه تماس بین المللی داشتیم با همه مربیان تمام دنیا و ویم اونجا باز دوباره به عنوان کسی که میتینگ رو شروع کرد و اتفاقاتی که داره میفته رو برای ما عنوان کرد. اما اون ملاقاتی که من اونجا باهاش داشتم در 2 مقطع اتفاق افتاد. چندین باران ملاقاتش کردم، اما اون بخشی که من داشتم دوره مربیگری رو میگذروندم، خب ما یه بخشی از مربیگری وقتی میخواستیم وارد این دوره مربیگری بشیم اول باید
بعد از انجام دادن چندین ماه تمرین های مستمر و اینکه بتونیم روی اطرافیان خودمون این متد رو هم بتونیم آموزش بدیم، گرد هم اومدیم توی هلند و اونجا در یه آخر هفته یه کمپی داره بیم خود بیم و حالا که الان برای خود آکادمی متد بیم هم هستش، اونجا این آموخته های خودمون رو بخوایم یک مرحله جلوتر ببریم قبل از اینکه وارد اون مرحله مستر پروگرام بشیم. و اونجا خب ویم تمام مدت با ما حضور داشت و اونجا بود که واقعا من احساس کردم که چه مقدار آدم ها میتونن اون پتانسیل های کشف نشده خودشون رو به حدی برسونن که دیگه از دسترس خودشون هم خارج بشه. چرا این رو میگم؟ چون ویم کسی هستش که تمام این کارهایی که امروز داره انجام میده در طی 30-40 سال پیش انجام داده بوده. یعنی ویم آدمی نیستش که یک شبه افتاده باشه از آسمون روی زمین و بگه آره این متد من هست و شما این کار رو انجام میدید و یه دفعه همه اتفاقات خوب میفته. نه، این کارها رو حتی توی کتابها و مصاحبه‌هاش خیلی موقع میگه یعنی توی سن 12-13 سالگی حتی اون موقع با خیلی از این مفاهیم مربوط به یوگا، تنفس، مکتب‌های مختلف فلسفی آشنا بوده. اما این اتفاقی که افتاد که تونست این رو به همه عرضه بکنه، فکر می‌کنم یه چیزی بود که حداقل واسه من یه انگیزه میده که با هممون اون رو داریم. یعنی یه سری از پتانسیل‌ها در ما ذخیره شده که بعد میتونه به یه سری چیز بزرگتر تبدیل بشه. یه موقع حالا یکی مثل ویم میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا رو میتونه پوشش قرار بده، ولی شاید همیشه ما قرار نیستش، ماموریت ما اون نیست. شاید ماموریت ما این هستش که همون دو سه نفری که دور و بر خودمون هست رو بخوایم با اون رسالتی که داریم آشنا بکنیم. بسیار عالی. یه سوال دیگه هم که توی ذهنم میاد، حالا میدونم که داریم به پایان وقتی که تعیین کردی نزدیک میشیم، نمیخوام خیلی وقت تو بگیرم، ولی حالا از سر کنجکاوی چند تا سوال دیگه دارم تا جایی که بشه ازت میپرسم. در زمینه ریسک پذیری هم آیا تغییری در تو ایجاد شده پس از شروع کردن این روش ها؟ یه جورایی بعضی وصفایی که کردی یه چنین برداشتی ازش کردم، ولی خواستم از زبان خود به صورت شفافتر بشنوم. ممنونم، مرسی. این سوال بسیار خوبی هست. اگر اجازه بدیم با اینکه حالا ما داریم تصویری این ارتباط رو برقرار میکنیم، من یک دقیقه یک استراحت بینش داشته باشیم و من دوباره برمیگردم. باشه، من الان پاس میکنم. من الان دوباره پلی رو زدم. سوال آخر در مورد ریسک پذیری بود. آره، در مورد ریسک پذیری. ممنونم از سوالت. من اصلا خودم وارد این حوزه شدن رو ریسک پذیری خیلی بزرگ میدونم. درسته. اگر وقتی برمیگردم به 7 سال پیش، ذهنیتی که من از خودم ساخته بودم به عنوان یه ریسرچر توی دانشگاه توی زمینه فنی مهندسی این بود که خب من قراره این مسیر رو برم، یعنی مشخص شده مرحله به مرحله باید کجا برم، به چه شکل عمل بکنم. و وقتی که آشنا شدم با این متد و وقتی که این جرأت رو در خودم دیدم که میتونم حتی این رو از تنهای تجربه شخصی منتقلش بکنم به تجربه‌ای که برای هر کدوم از ماها معنادار بشه، این به نظر خودم یکی از اون تأثیراتی که حالا به بخشش این متد و بخشش اون زمینه مهاجرت و اینکه باید یک زندگی رو شاید بگم از پایه اینجا دوباره شروع بکنم برای من ایجاد کرد. اما اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره، اونم این هستش که شما وقتی به اصول این متد برمیگردی که حالا تمرین‌های تنفسی هست، تمرین‌های تدریجی با مواجهه سرما هست و اینکه شما در کنارش بحث ذهنیت و بحث اینکه چه مقدار روی کارهایی که می‌خوای انجام بدی استقامت داری، چون بسیار ساده
میتونی کارها رو انجام بدی بدون اینکه ابزار بزرگی داشته باشی و شرایط خیلی خاصی داشته باشی، و در عین حالی که ساده هست چون بسیار تاثیرگذار هست و در دوزهای کوچیک، در دوزهای روزانه برات اتفاق میفته، این به تو کمک میکنه که اگر یک جایی یک کاری رو خواستی انجام بدی و یک بار حالا موفق نبودی یا با اون شکلی خواستی پیش نره، دوباره نذارش توی یک گوشه به قول معروف یه شلوی، یه جایی که فقط بگی خب این رو من نتونستم انجام بدم پس این مال من نیست. بهت کمک میکنه هر روزی که اون دوش آب سرد رو انجام میدی، میگه خب پس من هیچ کاری رو اگر نتونستم امروز انجام بدم، تونستم بر اون حالا بگم مثلا ترس خودم غلبه کنم و امروز هم دوش آب سرد رو بگیرم، پس این رو که میتونم انجام بدم، پس شاید یه کار دیگه هم در کنارش میتونم انجام بدم. و این خیلی مهم هستش که وقتی به صورت مستمر اتفاق میفته و مخصوصا به شکل اتفاق میفته که تو نیازی نداری که حتما بقیه اونجا حضور داشته باشن تو رو هول بدن، بهت یه وسیله خاصی رو حتما در دست تو قرار بدن، نه، این خود تو هستی، این بدن تو هست، این ذهن تو هست، و این کار رو وقتی میتونی به صورت طبیعی انجام بدی یا خودت حسش بکنی، مسلما بحث ریسک پذیری تو توی مسائل دیگه زندگی هم پیش میره. در کنار حالا این که من این متد رو پیش گرفتم، هم بهش اشاره کردم که این واسه من یه دریچه‌ای شد که یه مقدار نگاه هم به خودم و به حالا به زندگی و جهان هستی تغییر بکنه. من خب این روزها نه تنها روی این متد بلکه بر روی مخصوصا تمرین های تنفسی و اینکه نقش تنفس در زندگی ما، اینکه ما با یک نفس وارد این دنیا میشیم و با یک نفس از این دنیا خارج میشیم، این من رو خیلی مشتاق کرده که وارد این زمینه بشم، که توی تقریبا میشه گفت 2-3 سال اخیر وقتی به صورت تخصصی تر کار کردم، الان در تقریبا میشه گفت سرتیفیکیت یکی از مراکزی که به صورت تخصصی توی زمینه تمرین تنفسی داره عمل میکنه، اون رو دارم و هنوز دارم یاد میگیرم، چون واقعا زمینه هستش که فکر نمی کنم هیچ روزی بخواد پایان پیدا بکنه. به اندازه اینکه ما میگم ما با یک نفس میایم و با یک نفس میریم، توی هر نفس ما اینقدر مسائل نهفته هستش که من رو مشتاق کرده بیشتر و بیشتر بدونم. اما یکی دیگه از آکادمیایی که من در حال گذراندن دوره هاشون هستم، آکادمی بریسولوژی هستش که فردی به نام استیک که در حال حاضر حبس رکورددار هوا. حبس نفس هستش، فاوندر این آکادمی هست، و واسه من جذابیتش اینه که وقتی با آدم های مختلف از جنبه های مختلف توی یه زمینه خاص کار میکنم، میبینم که چقدر جالبه که ماها میتونیم هر بعدی از زندگیمون رو به شکل مختلف ببینیم، نه اینکه فقط چی خوبه چی بده، کی راست میگه کی دروغ میگه، بلکه هر کدوم از ماها توی هر چیزی که میگیم نکته نهفته هستش که میتونه ارزشمند باشه. میخواستم این سوال رو هم ازت بپرسم که اگر بین روش تنفس و مواجهه با سرما یکی رو بخوای انتخاب بکنی، کدوم رو انتخاب میکنی؟ و فکر میکنم که جوابم رو گرفتم که تو روی تنفس بیشتر تاکید داری، درسته؟ من حالا با توجه به اون آشنایی که با شما دارم و حالا اون کارهایی که شما در حال انجامش هستی به قول معروف دنبال میکنم، توی زمینه سلامتی و به حالا سلامتی رو بیاریم توی بحث فعالیت‌های روزانه و بحث خورد و خوراکمون، چقدر آب بنوشیم و این آب بخوام بگنجونیم، من این قانونی به نام قانون سه رو یاد گرفتم تو یک سری از فعالیت های طبیعت گردی که انجام میدم، چون در کنار متد ویم هوف و حالا بقیه تمرین تنفسی در حال گذراندن دورایی هستم بتونم در طبیعت آدم ها رو در ویلدرنس گاید یا حالا نمیدونم طبیعت گردی بهش بگیم، به عنوان گایدی باشم که آدم ها رو به صورت سیف بخوام با طبیعت آشنا بکنم، دارم اون رو انجام میدم. ما در طی اون
تمرینات یه قانون یاد گرفتیم به نام قانون سه. این قانون سه به ما میگه شما 3 هفته به عنوان یه انسان میتونی بدون غذا زنده بمونید، شما 3 روز بدون آب میتونید بدون آب به عنوان یه انسان زنده بمونید، و شما تنها 3 دقیقه میتونید بدون نفس زنده بمونید. خب وقتی این رو طبقه بندی میکنیم بر اساس این قانون سه، میاریم پایین، میبینیم که ما وقتی که صحبت از سلامتی میشه و حالا بلافاصله یه سرچی میکنیم و از افراد میپرسیم من چی کار بکنم که بخوام سلامت باشم، شاید اولین چیزا میگن آره تو باید غذاتو درست بکنی، باید به این شکل عمل بکنی، یا بیشتر باید آب بخوری، یا حالا فعالیت فیزیکی داشته باشی. همه اونها خوبه، همه اونها درسته، اما یادمون میره که اون 3 دقیقه، اینکه ما از بیس قضیه رو اگر نچینیم بقیه چیزها هم شاید اون تأثیری که باید داشته باشه نداره. از این بابت واسه من تمرین اون قسمت مواجهه با سرما چیزی غیر از تمرین تنفسی نیست. یعنی من از لحظه‌ای که حتی میخوام یه مواجهه با سرما رو انجام بدم، قبل از اینکه حتی اون رو بخوام انجام بدم، با تصویرسازی که برای خودم انجام میدم، با رفتن وارد نفس خودم و اون آرامشی که پیدا میکنم، از اون لحظه شروع میشه. از آمادگی قبل از اون اتفاق تا رفتن وارد مواجهه با سرما شدن و حالا حفظ تنفس به شکلی که من رو در عین حالی که تو اون تجربه هستم اما حتی خارج از اون تجربه هم قرار میده، و اومدن بیرون از اون مواجهه با سرما و دوباره تمرکز روی تنفسم، این که چجوری میتونم اون گرما رو به بدنم برگردونم. پس وقتی من این رو نگاه میکنم، اینم که باز هم بخش بزرگی از مواجهه با سرما مواجهه با طبیعته، و طبیعت ما بسیار مواجه هست با نفس ما، با هر نفس ما. از این بابت من خیلی فرق نمیذارم بینشون، و شاید این جزء اون پیغام هایی باشه که از طریق این متد من تونستم پیداش بکنم اهمیت تنفسمون رو، اما خیلی دوست دارم به صورت گسترده تر واسه بقیه هم برمقام بیارم. بسیار عالی. حالا توی اون قسمت قبلی صحبتی که داشتی میگفتی، برای خودم خیلی چیزا بودی که سخت بودن به تدریج آسون شدن، یا مثلا تکرارشون خیلی سخت نبوده، ولی دوش آب سرد گرفتن هر روز صبح که بیدار میشم واسم سخته. حالا تو به عنوان یک مربی، آیا همچنان واسه این شروع روزت با آب سرد سخته یا نه؟ من اتفاقا همین فکر میکنم، 1 ساعت پیش بود که دوش آب سرد خودم رو انجام دادم، و این رو بگم هیچ کاری رو در زندگی به زور انجام ندید، حتی توی این متد. من روزی که بلند میشم و احساس خوبی نسبت بهش ندارم، انجام نمیدم. احساس خوب نداشتن با احساس اینکه حالا بعدن انجام میدم، یا به قول خودمون تنبلی، متفاوته. میدونی ما هممون یه اینستینکتی داریم، میتونیم متصل بشیم به ذات خودمون، بفهمیم کدوم یکی از خواسته های ما واقعی هستش، کدوم نه، کدوم یکی از سر تنبلیه، کدوم یکی نه واقعا امروز تو نمیخوای اون رو انجام بدی. این رو بگم، این رو گفتم که اینجوری نیستش که حالا من چون مربی این متدم هر روز این کار رو انجام میدم، یا هر جایی که آب یخ بود با سر میپرم. نه، اولین کاری که میکنم ببینم که آیا من رو میپذیره اون شرایط واسه امروز، آیا من در اون شرایطی هستم که خودم رو به اون تجربه، به اون چالش دعوت بکنم. در مورد حالا اون صحبتی که شما کردین، که اصلا اصل این که شما تأثیر خوبی توی این متد میبینین، که قرار نیست این قضیه عادت بشه، قرار نیست اینجوری بشه که بگی خب من اگر امروز وزنه 1 کیلویی میزدم، حالا 2 کیلو، حالا 100 کیلو، و خب دیگه بعد واسم راحت میشه. یک قسمت خیلی شیرینی که داره اینه که یعنی جزء شیرینیاش به نظر من این هستش که هر یک باری که شما بخوای این دوش آب سرد رو بگیری، هر بار سختی های خودش رو داره. حالا سختی خودش بعضی موقع ها فیزیکیه، بعضی موقع بیشتر ذهنیه، بعضی موقع اصلا میگی نه الان کار دارم. هر باری که با این شرایط پیش میری،
و میتونی بر اونا فائق بیای، بهت کمک میکنه، میگه خب پس من این رو انجام دادم با تمام اون شرایط، پس میتونم بقیه کار رو انجام بدم. و بعد باز دوباره فردا که پیش میاد میگه ای دوباره باید دوباره وارد اون شرایط بشم و تمام این مسائل رو طی بکنم. و این به خاطر ذات بدن ماست. یعنی ما شما هیچ مو اگر کسی بگه که من هر روز صبح بلند میشم فکر میکنم که دارم مثلا میرم مثل اینکه مثلا آفتاب بگیرم میرم زیر دوش آب سرد، به نظرم نه اصلا همچین چیزی اتفاق، یعنی نداریم کسی که این چیزی رو بگه. حتی خود ویم هف اینجوری نیستش که بگه من وقتی میخوام وارد بشم، وارد آب سرد بشم، بعد از این همه مقدار، این همه تعداد مواجهه با سرما، واسه من یه کار راحتی است. مسلما شما با انجام دادن هر کاری، مخصوصا اگر با تومنینه باشه، با تفکر باشه، به بدن خودت و به ذهن خودت یاد میدی که برای بار بعد چجوری این قضیه رو راحت تر بکنه. این یه چیزی هستش که خیلی قسمت انگیزه بخش قضیه است که اولین مواجهه با سرما با دهمین مواجهه با سرما از یه سری لحاظ متفاوته، اما ذات قضیه یکیه که شما دوباره داری بدنت رو وارد شرایطی میکنی که شاید براش ساخته نشده به صورت طبیعی، یعنی بهت حداقل اینطوری گفته شده. و وقتی که وارد این قضیه میشی و میبینی که من این که گفته بودن تو نمیتونی وارد آب سرد بشی و دوش آب سرد باعث میشه تو مریض بشی، اینطوری بشی دارم انجام میدم، حالا میخواد 10 ثانیه باشه، میخواد 10 دقیقه باشه، و این اون پارادایمی هستش که اینجا تغییر میکنه. آره این تکه هم خیلی مهم بود که اینجوری که بهت گفتن با این شرایط نباید کنار بیای، وسط طبیعی نیست، در صورتی که ما اینجوری نبودی که از همون اول پیدایشمون، از زمانی که انسان بشیم یا قبل از اون، ما چیز باشیم، ما بخاری داشته باشیم، استفاده از آتش بکنیم. استفاده از آتش هم که یاد گرفتیم کلی طول کشید تا بتونیم اونو توی خونه هامون بیاریم. الان توی خونه های زندگی میکنیم که سیستم گرمایش مرکزی داره و اینها. این یه چیز خیلی نوپدیده که ما رو از این عادت هایی که واسمون طبیعی بوده دور کرده و ما رو از اصل خودمون دور کرده. و اتفاقا توی کلیپ هایی هم که روی اینستاگرام گذاشته بودید تأکیدی یا گریزه به این رو هم میدیدم. دقیقا yeah. من خودم خیلی این رو دوست دارم عنوان بکنم که به هر حال ما داریم توی جامعه مدرن داریم زندگی میکنیم، یعنی نمیدونم درصد بخوام بدم، اکثر ماها توی شهر و توی شرایطی هستیم که از اون شرایط طبیعی که به عنوان یک انسان توش اِوالو شدیم خارج شدیم. حالا یک سری از آدم ها هستن که هم تواناییشو دارن، همین که شرط زندگیشون اینطوری هست، میتونن برگردن به اون دورنشینی، قارنشینی، طبیعت نشینی بگیم، اما اکثر ماها نمیتونیم. ما زندگی روزمره داریم، ما کارهایی داریم که باید انجام بدیم. و وقتی من این دوتا رو در کنار هم میذارم، این که خب حالا من که نمیتونم برگردم به اون ذات انسان بودن خودم که در کنار طبیعت من انسان شدم، خب یا بس کلا این رو بذارم کنار یا بیام این رو به یه شکل دیگه توی زندگی خودم برگردونم، که این اون بخشی هستش که من نسبت به این متد خیلی حس خوبی دارم همیشه، این که این طبیعتی که ما گم کردیم به ما بر میگردونه، یعنی به ما میفهمونه که حالا این طبیعت که میگم اصلا همین که این حسی که ما در درون حس های زیادی که در درون ما جاری هستش، چه به صورت فیزیکی چه به صورت ذهنی، اینها رو واسه ما زنده تر میکنه، ما رو یه مقدار از اون بی‌حس بودن در میاره. یعنی ما خیلی همون واقعا توی این پروسه زندگی مدرن بی‌حس شدیم دیگه، هر چیزی رو که میبینیم دیگه نسبت بهشون حسی که باید داشته باشیم و نداریم. و شما میریزی یه دوش هوا سرد میای و میبینی همین درختی که هر روز نگاش میکردی داری یه جوری دیگه بهش نگاه میکنی، در صورتی که اونجا چیزی تغییر نکرده، در درون تو چیزی تغییر کرده که تو رو متصل کرده با اون طبیعت خودت، با اون طبیعت بیرون خودت. بسیار زیبا. خیلی نمیخوام وقتت رو بگیرم و ولی از صحبت باهات سیر نمیشم، میتونم واقعا 1 ساعت 2 ساعت دیگه هم باهات صحبت بکنم، ولی به عنوان حالا پایان لطفا به شنونده ها بیننده ها بگو که چجوری میتونن صفحاتو و کاراتو دنبال بکنن و باهات در تماس باشن.
ممنونم محمد جان، بسیار من هم از این فرصتی که بود خیلی، من هم خودم واقعا وقتی که در اینجور مسائل با بقیه صحبت میکنم احساس میکنم جزئی از زندگیم حساب نمیشه، چون وقتی شما میدونی میتونی بقیه انسانها رو به راهی دعوت بکنی که خودشون رو بهتر بشناسن، خودش خیلی انگیزه بخشه، خودش باعث خوشحالی درونی میشه. در مورد اینکه چجوری میتونن فعالیت های من رو دنبال بکنن، خب من صفحه برای فارسی زبانان از پارسال یه صفحه توی اینستاگرام تأسیس کردم و حالا با یه گروهی توی ایران در حال همکاری هستم که متشکل از کسانی هستش که حالا هم توی زمینه سلامت کار میکنن، حالا توی زمینه به صورت مختص توی زمینه یوگا کار میکنن و حالا هم توی زمینه تولید محتوا کار میکنن. من خودم خیلی دوست داشتم که اگر این قضیه رو میخوام به عرضه برسونم برای هر کسی در سرتاسر دنیا که بخواد به زبان فارسی با این قضیه آشنا بشه، یه تیمی باشم که خودم تنها روی قضیه متمرکز نباشم و بتونم اون چیزی که میخوام عرضه بکنم رو با یه تیمی که دارای اون پتانسیل هست به عرضه بذارم. از این بابت این پیج اینستاگرام به نام freezefire.power هستش که توی اینستاگرام میتونن دوستان پیدا بکنن و اونجا من یک سری از ویدیوهای اولیه نسبت به اینکه این متد اصلا چی هست و پایش از کجاست و چه تأثیراتی داره اونجا قرار دادم، دوستان میتونن آشنایی رو اونجا پیدا بکنن نسبت به متد. و چون بر اساس اون علاقه شخصی خودم که من یا یه چیزی رو آموزش نمیدم یا اگر آموزش میدم واقعا میخوام مثلا درست آموزش بدم، تا الان فقط یک چندین دوره محدود داشتم و تو اون دوره محدود سعی کردم تمام کسانی که تو اون دوره بودن بتونم به بهترین شکل ممکن آموزش بدم. چرا؟ چون باورم این هستش که اگر یه نفر رو من به صورت درست آموزش بدم، اون یه نفر میتونه اطرافیان خودش رو هم تغییر بده. نمیگم میتونه اونها رو آموزش بده، چون بحث آموزش متفاوت هست از اینکه شما یه چیزی رو برای خودت یاد میگیری و این واسه من خیلی مهمتره که اگر بتونم این بذر رو توی هر نفر حتی به صورت محدود بذارم، شاید این بذر بتونه گسترش بیشتری پیدا بکنه. اما خب مخصوصا به خاطر شرایطی که الان هست، خوشبختانه این امکان هستش که این دوره ها به صورت آنلاین برگزار بشه و دارم پیگیری میکنم دوره جدید رو هم به زودی در خدمت دوستان عرضه بکنم. و حالا در کنار اون بقیه شرایط آموزشی که هستش، یعنی دوست دارم این مقدار این بحث رو به صورت گسترده تر عنوان بکنم، اما میگم یه مقدار انتخاب شخصی خودم هست که در حال حاضر اگر فقط یه مبحثی رو بیارم بیرون که باعث به جای اینکه باعث کمک بشه بیاد یه سری از سوال‌ها و ابهامات رو ایجاد بکنه، این انتخاب رو داشتم که به صورت محدود فعلا این دوره رو برگزار کنم و هر باری که این کار رو میکنم با تمرکز کامل با تعدادی که بدونم میتونم واقعا اون شالوده این متد رو بهشون منتقل بکنم کار میکنم. بسیار عالی، خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتی و وقتی که در اختیار ما قرار دادی. پیروز و کامیاب باشی. ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارش. قربانت، خدا نگهدار. امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه. اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید، لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدیدی بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه. اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید، لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبتتر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن. همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره، لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست. البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن.
همچنین اکانت پیپل من و QR کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید. اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست، همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.